یک سناتور دموکرات دیگر در کنگره آمریکا روز سه‌شنبه حمایتش از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. به این ترتیب شمار سناتورهای موافق به 29 نفر رسید. رأی‌گیری بر سر این توافق در کنگره ماه آینده برگزار می‌شود و کمپین دولت باراک اوباما برای بسیج حمایت بیشتر دموکرات‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می‌گوید این کمپین برای جلب حمایت از توافق مؤثر بوده است. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسته، شمارش معکوس برای رأی‌گیری در کنگره آغاز شده. آخرین تحولات چیه در کنگره؟ آخرین تحولات پتی موره آخرین سناتور دموکراتی است که حمایتش از توافق اتمی ایران تعداد حامیان دموکرات توافق اتمی رو به رأی 34 رأی نزدیک میکنیم که برای تقویت وتوی آقای اوباما افزایش آرا این امید رو هم در دموکرات ها و حامیان توافق به وجود آورده که ممکنه که بتونن با به دست آوردن 41 رأی جلوی رأی گیری در مورد توافق رو در کنگره بگیرن، یعنی جلوی تصویب قطعنامه در رد توافق رو. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا سه‌شنبه در مورد مؤثر بودن کمپین کاخ سفید برای جلب حمایت اون رو مؤثر خواند و تایید کرد اون رو، ولی در ضمن با انتقاد از دموکرات ها گفت که اونها تلاش اونها رو برای ابستراکسیون در کنگره شگفت‌آور خواند و گفت که به جز یک سناتور همه سناتورها به رأی‌گیری در مورد توافق حق کنگره در این مورد رأی دادن و حالا دموکرات‌ها می‌خوان از جلوی این رأی‌گیری رو بگیرن و گفت باید برای حوزه‌های انتخابی اینها شگفت‌آور باشه که این کاری که اینها انجام میدن. خانم محمدی، به کمپین کاخ سفید اشاره کردین، همچنان ادامه داره برای جلب حمایت بیشتر دموکرات ها هم حزبی های آقای اوباما، اونچه که سناتور باب کورکر هم گفته مؤثر واقع شده. قدم های بعدی که کاخ سفید میخواد برداره در این راستا چیه خانم آراسته؟ در همین راه تلاش خواهد کرد. امروز جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با گروهی از دموکرات هایی که هنوز در موضعشون در ارتباط با توافق اتمی مردد هستند یک کنفرانس تلفنی خواهد داشت، با اونها گفتگو خواهد کرد و جزئیات بندها و جزئیات توافق رو با اونها در میان خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که اون تردید اونها رو از بین ببره. موضوع تصویب توافق اتمی ایران همچنین در کنگره در رقابت‌های انتخاباتی دموکرات‌ها تأثیر گذاشته و مرکزیت پیدا کرده. جمهوری خان از یک سو اون دموکرات هایی رو که از توافق حمایت میکنن مورد انتقاد قرار میدن و به اونها رو متهم میکنن که ضعیف هست موضعشون در ارتباط با امنیت ملی آمریکا و امنیت اسرائیل در ارتباط با توافق، و از طرف دیگه کاندیداهای جمهوری خواهان که داوطلب کرسی های کنگره هستن بر رقبای دموکراتشون که هنوز از اعلام موضعشون خودداری میکنن فشار وارد میکنن، چون رای دهندگان برخی حوزه ها در ارتباط با توافق مخالف این توافق هستند و کاندیداهای دموکرات از اعلام حمایتشون در این مورد واهمه دارن که مبادا اعلام موضعشون به شانس انتخاباتیشون صدمه بزنه.